ما قبلا هم در رابطه با این موضوع که دیدبان حقوق بشر یک گزارش ارائه کرده بود ما بررسی کردیم و تا جایی که مشکلات ها را از نزدیک دیدیم همه از او دقیق و درست نبود ما این موضوع را رد کردیم مگر مشکلات های اندکی وجود داره بنا بر اینکه اکثر جامعه افغانی و پلیسی که جذب شده اکثریت زیب از سواد کافی برخوردار نیستن و اونا از حقوق زن و مرد در صفوف پلیس و در قوی مساله اونا آگاهی ندارن به اساس یک تعداد یا مشکلات های خشونت های لفظی پلیس ناسیه مواجه شدن ما این رد کردن نمیتونیم مگر در کل ما نمیتونیم این را بگوییم که مانب جلب و جذب اوناس در صفوف پلیس بشه و باز هم ما ضعف ارگان های که زیرب در این قضیه کار میکنن و در جلب و جذب پلیس در ولایت کار میکنن و ضعف از ور ما میبینیم که اونا نتونستن به شکل درست آگاهی بتن و اوناس در پلیس جذب کنن و مشکلات در قانون ذاتی پلیس وقوق زن و مرد مساوی و اشتراک شون و جست مشکل ما یک مسئله دیگه ما مشکل در اجتماع و در جامعه که داریم بله خب قرار سال آینده انتخابات ریاست جمهوری بلی. هم انجام بپذیره و تاکید به ایست که باید زنها هم در رایگیری شرکت بکنند طبعا در مراکز رای زنان باید پلیس زنانه هم وجود داشته باشد. ولی در صورت کمبود پلیس زنها چه مشکلاتی میتونه در انتخابات بروز بکنه او در شرایط فعلی با در نظر داشت نامنی هایی که وجود داره ما هم نگران ازی هستیم که اگر در معلات رایدهی پلیس ناسیه نباشه و تلاشی که پلیس خانمه برای بر دادن میان اگر اینا صورت نگیره یک شاید, شاید کمتر زنان با تشویشی که دارن در دا رایدهی اشتراک کنن و باید ما با پلیس ناسیه را به اساس پلانی که است تا ختم 2014 با 5000 برسانیم ما ما هم تلاش داریم که باید در پلیس خانم طلب و زیاتر بیشتر و یک سلسله باید تبعیضات مثبت باید در کار گرفته شوه به پلیس ناسیه و خاطر از اینکه او مشکلاتی را که به زناس به مردا وجود نداره مسئولیتی از یا باید تامین شوه به اینا با وسایل و تجهیزات در اختیارشون گذاشته شوه انتقال از از منزل با با دفاترشون باید اینا منظم باید انتقال شون با و فامیلشون احساس مسئولیت داشته که جنرال پلیس میره باید شما با ای که حال عضو ولیسی جرگه هستین سابقه نظامی هم دارین برای یک زنی که در محیط نظامی فعالیت داشته باشه دشوارترین چیز چی می باشه؟ به نظر ما در گذشته که ما در صفوف پلیس بودیم به هیچ پیمانه و های وجود نداشت و به ادب تطبیق قانون وجود نداشت اما صادقانه هم از زن و مرد مساویانه کار و از حقوقی که مردها ها امتیازاتی که مردا برخوردار بود زن ها هم عین حقوق برخوردار بودن و با تاسف که بعضی مشکلات ها و چالش های وجود داره فعلا که ما او فرارای زن های پلیس در قطعات پلیس هست ما را نادیده گرفته نمیتونیم مگر باز هم وظیفه وزارت تو داخل از وظیفه جامعه مدنی است که باید با ردی مشکلات, با بر طرف مشکلات با بله، باید با برطرف ساختن این مشکلات بتونن که یک تعداد ها در پلیس جلب و جذب و همچنان فارغین صف 12 هزار ها ها دختران فعلا بیکار است بله تشکر از شما پلیس سپ نظیفه زکی برنامه تبلیغاتی کم است از سپاسگزار هستیم از شما